برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، افتاد کمی بیشتر از صحبت‌های روز گذشته بنت به ما بگو. بله، خب همونطوری که گفتید بنت دیروز در آغاز نشست هیئت دولت صحبت می‌کرد، در مورد برنامه‌ای گفت که اسرائیل تهیه کرده برای مقابله با برنامه اتمی ایران و همچنین اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی. بنت اشاره کرد به موضوع سرعت گرفتن غنی‌سازی اورانیوم در ایران، گفت که جمهوری اسلامی در حال حاضر فاصله خودش رو با در اختیار داشتن میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک بمب کمتر از هر زمان دیگه‌ای کرده. گفت که الان به گفته او وقت اون نیست، که وقت اون هست که جلوی ایران گرفته بشه، نه اینکه با برگشتن به برجام یک راه تنفس جدیدی به جمهوری اسلامی داده بشه. به گفته او برجام رو یک قرارداد تاریخ مصرف گذشته خوند. گفت که حتی اونهایی هم که زمانی برجام رو مناسب میدونستن الان میدونن که دیگه تاریخ مصرف این گذشته و محلی از اعتنا نداره. همچنین در واقع گفت که به همراه یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در ماه‌های گذشته تلاش کردن و الان هم تلاش‌هاشون رو سرعت بخشیدن برای اینکه با کشورهای میانه رو به گفته او در منطقه روابطشون رو بهبود ببخشن برای مقابله با افرادگرایی و همچنین با جمهوری اسلامی. بعد از اون هم یائیر لاپید خودش در یک کنفرانس سه‌جانبه‌ای با وزیرای خارجه قبرس و یونان داشت به همین موضوع اشاره کرد، به موضوع رابطه اسرائیل با کشورهای به توصیف اومیانه رو در منطقه برای مقابله با افرادگرایی و همچنین با جمهوری اسلامی. جالب این بود که در همین در واقع نشستی که بود، وزیر خارجه یونان هم به ایران اشاره کرد. نیکوس دندیاس در واقع گفت که بنیادگرایی دینی و تروریسمی که در ایران وجود داره بخشی از همون بنیادگرایی و تروریسم و مشکل منطقه هست که از افغانستان به گفته او تا شمال آفریقا و خاورمیانه رو در حال حاضر در بر گرفته. اشکان صفایی از اورشلیم، ممنونم از توضیحاتت.